بابا مراد، خليل، خالي. خالی منم زهره. حوالا خودتون هستی، از چشماتون شناختمتون. زهره خانوم ماشالله ماشالله بزرگ شدین، خانوم شدین ماشالله. اول منو نشناختی؟ آره حوالا، مگه کسی خونه نیست؟ چرا زهره خانم، نسرین خانم هستم.
مامان خونه است؟ تو چقدر گنده شدی؟ تو هم خیلی خانوم شدی. مگه تنهایی؟ آره. مامان کجاست؟ مامان؟ تو ما رو غافلگیر کردی، وگرنه می اومدیم فرودگاه به استقبالت. من امروز رسیدم تهران، بلافاصله اومدم اینجا. خوب کردی. بابا تلفنی بهم گفت همه شمال هستن. ببینم، مگه مامان خونه نیست؟ خونه خاله ایناست. چی؟ خونه خاله ایناست؟ خب اگه میدونستم اقلا میموندم تهران، خستگی در میکردم، بعد به اتفاق مامان میمدم اینجا. این چه برنامه یه؟ بابا تلفن کرد اما چیزی راجع به مامان نگفت. حالا کجاست؟ کی؟ بابا رفته شکار. زدم دکتر، زدم. بفرمایید. دکتر، امروز دیگه نوبت من بود. صدای تفنگ تو همه این ماهیا رو تارو. دفعه دیگه باید خیلی ازت فاصله بگیرم. سلام زهره، خوش آمدی. دخترم بالاخره اومد. سلام زهره جان. سلام بابا. دخترم خوش آمدی. سلام زهره خانم. سلام. ببین چی شکار کردم دکتر جان. بگی آی دکتر، پسر عبدالله خان دوست قدیمی منم از تحصیل کرده های آمریکا هستن. منتها اونجا دوم به تله داد و بله دیگه، دوتا بچه توپل موپل موبورم داره. پس ایشون هم قربت زده شدن. آدم اونجا یه دفعه احساس خلأ میکنه. بچه هاتون ایرونن؟ نه، یعنی بودن، اما اون دلش برای خانوادش تنگ شد، نتونست بمونه. اما من ترجیح دادم تو مملکت خودم بمونم و همینجا خدمت کنم. آره، سخته، خیلی سخته. برای تو هم سخت بود زهره جان. فکر میکنم به اندازه کافی دلار بهت رسیده باشه. آره، متشکرم پدر. اما ما چند ساله که همدیگر ندیدیم. میدونین چند ساله؟ من آمریکا، کامران استرالیا، نسرین انگلیس. خب خودتون کشورهای مختلف رو انتخاب کردید. از اولم پیشنهاد من این بود که همتون یه جا باشید، تو یه کشور، پیش هم دیگه.
آره پدر، اما شما منظور منو نمیفهمین. چرا؟ چرا مامان جواب نامه های منو نمیداد؟ شما تلفنی به من گفتین که همه اینجا هستن، اما حالا میگین مامان رفته پیش خاله مهری. مگه نمیدونست که من میام؟ خب، ما تاریخ دقیق ورود تو رو نمیدونستیم دختر جون. کامرانم همین روزا پیداش میشه با زن استرالیاییش. کامران اونجا به جای کابای گوسفند چرون شده. حتما تا حالا دانشنامه چوپانی رم گرفته. البته باید یه دوره ایم پیش چوپانای بومی خودمون ببینیم. آره، مخصوصا پیش مشقربان علی خودمون. بذارش اونجا. خب آقای نام دارن، بعد از سالها دوری بالاخره بچه‌ها دارن دور جمع میشن. حتما خوشحالی ها؟ آره خیلی. دیگه وقتش بود دکتر، وقتش بود. خلیل. بله خانم. راستی بابا مراد کجاست؟ آوالا مش مراد رفته سنگ ده پیش مشکور بالری. آخه اونی ورزای چاق و چله دارن که میخواد. خیلی خواب. دیگه نمیخواد توضیح بدی. برو به کاره. چشم. میبخشید. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. نام دارم. بالاخره نمیخوای قضیه رو بهش بگی؟ سلام بابا مراد. رسیدم به خیر. تا نفس تو به این باغ میخوره گلام هستم. آره، اما وقتی پاییز میاد دیگه کاری از من ساخته نیست زهر خانم. خیلی وقت تشریف نیاورده بودی. دلم برات خیلی تنگ شده بود. خدا از دختری کمت نکنه، ما هم دلمون برات تنگ شده بود. خیلی وقت شما رو کنار هم ندیدیم. هر وقت شما میایین نسرین خانم نیستن. نسرین خانم هستن، شما نیستین. کامران خانم که چند ساله خبری ازش نیست. حالا خدا رو شکر نسرین خانم هستن. دیروز کجا بودی؟ نبودم خانم. شب که اومدم خلیل به من گفت شما تشریف آوردین. خیلی خوشحال شدم. بابام که اذیتتون نمی کنه. ای خانوم، بالاخره میگذره. ما دیگه به اخلاق آقا عادت کردیم. حالا دلمون میخواد شما همیشه اینجا باشین. من فردا میرم تهران، اما زود با مامان بر میگردم. زهر خانم. چیه؟ زهر خانم، مگه خبر نداری؟ از چی خبر ندارم؟ خانوم. خانوم؟ مگه خانوم چی شده؟ خانوم 6 ماهی که فوت کردن. چی میگی بابا مراد؟ خدا بیامرزتشون. بابا مراد.
دخترم، نسرین خانم به من گفت که تو اومدی اینجا. من هنوز گیجم. اون شب چه اتفاقی افتاد؟ والا راستش نمیدونم. میدونم خیلی دلتنگی. منم هر وقت دلم میگیره میام امامزاده محمد. بیا بریم دخترم، بیا بریم. اون شب تقریبا خوابیده بودم که از ساختمون سر صدایی شنیدم. خانم آقا رو دیدم که پشت پنجره با هم جر و بحث میکردن. البته قبلنم از این صحنه ها دیده بودم. به نظرم خانم تو بازی قمار باخته بود. البته از حرفای آقا اینطور فهمیدم. رفتم دوباره خوابیدم. اما صبح که شد داشتم کار میکردم که منو خواستم. سلام علیکم. دقیقا به من بگو دیشب چه اتفاقی افتاد. والا نمیدونم آقا. من سالهاست به این خانواده خدمت میکنم، باغبانی میکنم، هر کار دیگه ای. آقا اونا سوالات زیادی از من کردن. هر چی رو که دیده بودم براشون تعریف کردم. اونا میخواستن بدونن چه بلایی سر خانم اومده. همه گیج شده بودیم. اونا رفتن از اهالی محل پرسجو کردن و باز دوباره اومدن سراغ من. پدر جان شما تو این خونه چه کاره ای؟ چه کاره؟ والا آقا من سالهاست تو این خونه خدمت میکنم، باغبونی، هر کاری که پیش بیاد. راستش آقای بازیو، آقا و خانم همیشه با هم اختلاف داشتن، ولی هیچ کس فکر نمیکرد کار به اینجاها بکشه. بچه هم طفلکی ها همه دیار قربتن. خبر از بلایی که سر خانم اومده ندارن. بالاخره دست از سر من ورداشتن و رفتن تو محل پرسجو کنن. شما چه میدونین آقا؟ راستش ما از هیچی خبر نداریم. خیلی خوب بریم. از اون طرف رفته بودم ماهیگیری. از هیچی خبر ندارم. بسیار خوب بریم. شب دریا حسابی کولاک بود. منم رفته بودم تورامو جمع کنم، اما اون طرفا هیچ کسو ندیدم. ای زهره خانم چی بگم؟ هر چی بوده خواسته خدا بوده. خلیلم یه چیزایی میدونه. خب دیگه قصه نخور. بیا تو امامزاده محمد دلتو روشن کن. السلام علیک یا امامزاده محمد.
زهره خانم، زهره خانم، خلیل. بله. یه چیزی ازت میپرسم، باید به من راستشو بگی. حوالا راستشو میگم. هرچی که اون شب دیدی بدون کم و زیاد. حوالا هرچی که میدانستیم به آقای بازپرس گفت. خب حالا به منم بگو. اون شب دیدم خانم حالشان به هم خورده. اول فکر کردم میرن ته باغ هواخوری، اما یهو متوجه شدم خانم رفتن طرف دریا. دیدم دارن میرن داخل آب. تند و تیز دویدم پی آقا، صداشون زدم. آقا! 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 آقا خانم ها دیدم داشت میرفت طرف دریا، داشت میرفت تو آب. چی میگه؟ خانم رفت تو آب. برا پای کارت مرتی کن. آخ آقا این فضولی ها به تو نایمد. استغفر الله ربی علی تو بلک. برا گم شد دیگه. صبح سر و کله کارآگاه ها پیدا شد و ما رو کشیدن زیر سوال و جواب. سلام علیکم. سلام. اسمت چیه؟ خلیل آقا. چند تا سوال ازت میکنم، خوب فکر کن و درست جواب بده. والا هرچی که دیشب با دوتا چشمای خودمان دیدیم خدمتتان عرض میکنم. خب خلیل، حالا باید برام بگی که دیشب دقیقاً چی دیدی. والا بدون اینکه چیزی رو فراموش کنی بگو. روی چشمم آقا سرتون رو درد نیارم، هر چی که دیده بودم گفتم. ژاندارمام آمدن تمام حوالی دریا رو گشتن. آقای کاراگاه خیلی جدی بود، همه جا رو گشتن. یکی آقا هم تند و تند می نوشت. بالاخره جنازه خانم ها روی آب پیدا کردم. آقای کاراگاه مرد نازنینی بود، با آقا خیلی صحبت کرد. الحمدلله قائل ختم شد. مگه زده به سره؟ من دیگه دختر تو نیستم، همه چی رو فهمیدم. خلیل همه چی رو به من گفت. چی به تو گفته؟ من اصلا نمیفهمم اون شب چی شد. تو هیچ وقت پدر خوبی برای من نبودی، هیچ وقت. حالا کجا میخوای بری؟ منم میخوام برم پیش مامان.
پیش مامان؟ مگه دیوونه شدی دختر؟ آره دیوونه شدم، دیوونه. زهره چه خبر شده؟ زهره نام دارم؟ کی شده؟ زهره زده به سرش، رفت. والا به خدا ما گناهی نداری. ما چه تقصیری داریم آخو؟ تیچه یه پدر سوخته به تو چه مربوط بود که فضولی کنی ها؟ ما چه فضولی کردیم؟ زهر خانم از ما پرسیدن، ما خدایش داستشان گفتیم. دو کلمه حرف راز گفتیم، گناهکار شدیم. زهر درازی نکن ما بی تقصیریم. دیگه حرف نمیزنیم. یه بلایی سرش بیاد خونه تو میریز. دیگه حرف نمیزنیم. ما رو ببخشید، دیگه حرف نمیزنیم. ما رو ببخشید. وایسی بلم کنید، بیرام برید کنار. میخوام بمیرم، میخوام بمیرم. بیا پایین نقطه. بلم کنید، خواهش میکنم. بیا پایین. من همه چی رو میدونم. خیلی بد کردی نامدارم، رفتار تو با خلیل اصلا درست نبود. آخه دکتر جون فضولی کرده. نمیدونم چی به این دختره گفته که حالش اینجوری شده. اگه تو دنبالش نرفته بودی معلوم نبود چه بلایی سرش میومد. این کار تو اثر سوء بیشتری روی زهره گذاشته. من دیگه نمیدونم چی کار بکنم. درو از تو قفل کرده و گرفته خوابیده. چند بار در زدم ولی باز نکرد. سلام. خواب بودی؟ نه، یعنی داشتم میخوابیدم. این زده به سر. کی؟ زهره دکتر جان. مگه چی شده؟ نمیدونم، هیچ کسی رو تو اتاقش راه نمیده. فقط به درخت روبروی پنجره خیره شد و هی برگاش میشونه. حالا ناراحتی خاصی داره؟ چی بگم، کلافم کرد. نسرین یک بار خواست پرده رو بکشه، جیغ کشید از اتاق بیرونش کرد. خیلی خوب، فردا اونجا. فعلا یه قرص آرام بخش از همونایی که پیش تو بهش بده تا فردا بیام ببینمش. باشه دکتر، معذرت میخوام این وقت شب مزاحم بشم. خواهش میکنم. شب بخیر. شب بخیر. دکتر جون چاره چی؟ دختری لچ کرده و از این اتاقم تکون نمیخوره، نمیذاره ببرینش بیمارستان. بهتر نیست اون درخت رو از جلوی پنجرهش دور کنی؟ نه، نه این کارو نکنی. خاصه
زهره دست و بال ما رو بسته، نه میذاره ببریمش تهران، نه بیمارستان، هیچی. همین جوری روبروی اون پنجره خوابیده و زل زده به درخت کی برکاش میریزه. چند بار به نسرین گفته اگر آخرین برگ این درخت بیفته منم میمیرم. اما نام دارم، خودت میدونی که زهره فقط روحش مریضه. تو که خود دکتر روانشناسی، میگه چی کار کنیم؟ بالاخره تکلیف چی؟ باید باهاش مدارا کنیم. نسرین خانم خیلی میتونه کمک کنه. شما باید بیشتر با خواهرتون رابطه برقرار کنید. چشم آقای دکتر. باشه، هر کاری تو بگی میکنیم. باشه جا. خب فعلا با اجازه. خدا حافظ. خیلی خوش آمدید. میخوام زحمت رو کم کنم. کجا بری مشغله؟ میرم ولایت. عمرمونو گذاشتیم تو این خانه و آخرش هیچ. بچه ها؟ اونا رو میبرم. تو که بری منم دیگه موندگار نیستم. غلام علی که از سربازی برگرده راهی میشه. آره پیداست که از خدا بی خبری گریبان این آقا رو گرفته. خدا حافظ. بابا مراد حلال من کن هر بدی و خوبی که خلیل. تو از دهنت میشنیدم؟ منو سرزنش نکن، من حالا خیلی تنها و کوچه. اون وقتا هر دوی ما تنها بودیم. بس هم تو. من کامرانو ندیدم و مردم. تو همیشه پی تجملات و خوشگذرونی بودی. عمرهای شبانه تو با دوستان همرنگت. سفر فرنگ برای خریدن یک دست لباس. ایش و اشرت های کثیفت. بچه همونو چند سال به چند سال نمیدیدی. آه چه پدر دلسوزی. بچه ها رو که سید مراد و زن بیچارش بزرگ کردن. زهره داره از دست میره. اون از تو متنفره. از تو هم همینطور. تا
تو داری اونو میکشی. زهره دیوونه شده از دست تو. لعنتی دست از سرم وردار. خواهش میکنم برو برو منو تنها بذار. لعنتی دست از سرم وردار. خواهش میکنم دست از سرم وردار. منو تنها بذار. خواهش سلام. سلام دکتر. پرده رو زده کنار. چی بگم؟ اول این پرده رو بکشن؟ نه پرده رو نبند. نه پرده رو نبند. میخوام برگو رو ببینم. میخوام برگو رو ببینم. بذارین پرده باز باشه. گوش نمیکنه دکتر جون. میگی چی کار بکنیم؟ نام دارم. مگه قرار نبود پرده همیشه بسته باشه؟ باید اون درخت از ریشه بکنم تا خیار خانوم راحت بشه. خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باش، آروم. نسی خانوم، لطفاً کیف منو بیارید. چشم دوتا. دکتر، من میدونم فشارش پایینه. از این دواهام کاری ساخته نیست. ناامید نباش. اگه مرتب دواهاشو بخوره، مطمئن باش خیلی زود حالش خوب میشه. خب معلومه پاییزه. برگای اون درختم میریزه دیگه. نه، نه. بالاخره با این دختر چی کنم؟ نمیخوام بترسونمت. اما زهره خیلی ناامید. فکر میکنم اگه همه یه برگای اون درخت بریزه، زهره ممکنه که باید بدم مراد شبونه درخت رو ببره. نه، این خیلی بدتره. باید فکر دیگه ای کرد. چه فکری دکتر؟ من که دیگه عقلم به جایی نمیرسه. تا اون درخت رو به روی پنجره است، همین وضعه. باید اون درخت رو کند انداخت دور. این درست نیست. بهترین کار اینه که جاشو عوض. چند بار این پیشنهاد رو بهش کردم. ازش خواستم بره تهران پیش خواهرم، شاید هواش عوض بشه، بهبود پیدا کنه، اما قبول نکرد. در مورد مرگ مادرش اون منو مقصر میدونم. نمیدونم چی کار کنم. دیگه کلافه شدم. زهره جان بیا غذا تو بخور. دکتر رفت. آره. پس پاشو پرده رو بزن کنار. میخوام برگا رو ببینم.
چیه بابا جون؟ چرا پیش من نمیای؟ تو چرا نمیای پیش من؟ بیا یه خورده تو باغ قدم بزن. یادت میاد تو همیشه برای آب دادن به گلها به من کمک میکردی، اما حالا خیلی وقت دیگه پیدات نیست. نمیتونم بیام. چرا؟ آقای دکتر گفتن؟ نه، خودم نمیخوام دیگه، هیچ حوصله ندارم. چرا؟ دارم دق میکنم. خدا نکنه زهره خانم دشمن دق کنه. اصلا از این حرفا نزن دخترم، بابا مراد دلتنگ میشه. بابا مراد چی ده؟ من خیلی تنها. چرا؟ مگه نسری خانم پیشت نیست؟ چرا؟ اگه گریه کنی این گلا زود پژمرده میشه. پس چی کار کنم؟ فقط امید به خدا داشته باش دخترم. نسرین؟ بله بابا. بابا مراد تو اتاق زهره چی کار میکرد؟ هیچی بابا، از باغچه براش گل چیده بود. زهره اگه حرفی هم داره باید به من بزنه که پدرش هستم، نه به یک خدمتکار خونه. بله بابا. دیگه حق نداره به هیچ وجه به اون نزدیک بشه. بله بابا. آقای نام دارن، زهره خانم تشریف نمیارن این طرف؟ نه خانم، ایشون ترجیح میدن تنها باشم. لجبازی و یکتنگیش به خود تو رفته نام دارن. پدر خدا بیامرزم خاطرات زیادی از تو داشت. آره دکتر، اون دوست بسیار خوبی بود. اون نباید به این زودی میبود. آره، خیلی زود بود. سهلنگاری و عدم توجه به دستورات پزشک اون بلا رو سرش آورد. آره،
اون اصلا به فکر خودش نبود. به همین دلیل من برای زهره هم نگرم. اون باید داروهاشو بخوره و آمپولاشو مرتب بزنه. تا کی؟ تا کی باید ادامه بده دکتر؟ تا وقتی که کاملا خوب بشه. جز این راه دیگه ای وجود نداره. میدونید آقای نامداران؟ باید مراقب باشین که دواهاشو مرتب بخوره. هم دواهاشو خورد، هم آمپولاشو زد، اما فایده ای نکرد. نه آقای نامداران، مرتب نبوده. خوردن دارو باید بدون وقفه باشه و الا خاصیتی نداره. والا نمیتونم، دیگه نمیتونم. نمیدونم چی بگم. مراد؟ بله آقا. کجا داری میری؟ میرم غذای زهره خانومو بدم. نخیر، این کارو خواهرش میکنه. تو برو دنبال کارت. تو هر کاری اینا دخالت میکنن. خب چه مانعی داره نام دارن؟ مهم نیست. تو آخه نمیدونی دکتر جون، نمیدونی. کسی خونه نیست؟ کسی خونه نیست؟ پاپا مراد گیه جلو، گیه جلو، گیه جلو. منو میشناسی؟ من کامرانم. کامران خان؟ آره. سلام کامران خان. زود باشین در آواز کن ببینم. رسیدم به خیر، حالتون چطوره؟ خوبم. خوش آمدین، خوش آمدین. تو چطوری پاپا مراد؟ بفرمی. همون پاپا مراد 10 سال پیش. خدا عزتتون رو زیاد کنه کامران خان. بگو ببینم پاپا مراد، کسی خونه نیست؟ چرا آقا هستن، منزل تشریف دارن. تو هنوز قبراغ و سرحالی، میدونی پاپا مراد؟ این درخت ها چقدر بزرگ شدن، قشنگه، خیلی قشنگه. پاپا! آه، کابوی من اومد. بیا پسرم، بیا پسرم. پاپا عزیز، خوش آمدی پسرم، خوش آمدی. ای، نسرینم که اینجاست، عالی شد. چرا هیس؟ زهره خوابیده. زهره؟ هی زهره هم اینجا. علی شد، علی. یهو.
روزیتا خیلی دلش میخواست که مامانو ببین. آخه چرا مامان؟ چرا؟ چرا؟ کامران جان، سه سال پیش اومده بود استرالیا پیش تو. آخه چی شد؟ چی شد پاپا؟ نمیدونم، نمیدونم. اون هر سال برای خرید لباس میرم خاریس، اما یه دفعه هم نایمد سن تو رو ببین بابا. بله، ما سال هاست که همدیگر رو ندیدیم. سال هاست. من میخوام زهره رو ببینم همین الان. نمیشه. نمیشه. من میخوام زهره رو ببینم پاپا. زهره فعلا جز به اون درخت روبروی پنجره که داره دونه دونه برگاش میریزه به هیچی فکر نمیکنه. پسر جان، پسر جان، پسر جان، خیلی وقته که این کلمه رو از تو نشنیدم پاپا. پسر جان، ولی من میخوام زهره رو ببینم پاپا همین الان. زهره جان، منم کامی. منم کامی. داداش کامی. زهره جان، کامرانه، داداش کامران. پاپا، میبینی؟ زهره کوچولو منو نمیشناسه. اسبای چوبی. یادته؟ آدم برفی. عمو برفی. یادته؟ حرف بزن لعنتی، حرف بزن، حرف بزن. یه چیزی بگو. حرف بزن. دلش کن پسر، اون حالا مریضه. چه پدر مهربونی. اون بی عاطفه است، درست مثل خودتو. منم ازش متنفرم. سر به سرش نذار، اون حالا مریضه. اون منو دوست نداره، منم ازش متنفرم. بی پرنسیپ. بگم شی اون مریضه. آره میرم ازت برم میکنه زهره. من برمیگردم پیش روزیتا، فقط اون منو دوست داره. من از همه تو متنفرم. مامان از دست شما خود شکش. خود شما کشه. لعنت یا از همه تون متنفرم. از همه تون متنفرم. اون دارو ببن. Thank you.
مرگو، مرگو. نبندین، میخوام برگو رو ببینم، میخوام ببینم، نبندین. تو آب غرق شدی، خودت خواستی. میخواستم از دست تو فرار کنم، تو خود خواهی. هنوزم تو هم خود خواه بودی. من برای مالجه زهره هر کاری که از دستم برمی آمد کردم، هر کاری که تونستم کردم. فایده نداره، بفرستش از اینجا بره. الان کجایی؟ تو هنوزم فرصت داری. من فرصت پیدا نکردم که بتونم توبه کنم، اما تو هنوز این فرصت رو داری. تا دیر نشده به خودت بیا. بیشتر از این زهره رو عذاب نده. من خیلی وقته که دلم میخواد به تو ملحق بشم. من باید برم. دستای بابا مراد برای زهره شفا بخشه. نه نه، منو تنها نذار. شاید دریا بتونه گناهان منو تطهیر کنه. خواهش میکنم. من باید برم. خواهش میکنم نرو. خواهش میکنم منو با خودت ببر. خواهش میکنم منو با خودت ببر. منو با خودت ببر. Thank you.
سلام آقا، خوش آمدین. چه عجب خونه ما رو روشن کردین. بفرمین، بفرمین بالا. همینجا خوبه. مراد، تو سال هست که داری تو خونه من زحمت میکشی، اما نه، تو باید منو ببخشی. خدا باید همه ما رو ببخشه. مراد، زهره دخترم داره از دست میره. زهره خانم، ماشالله هزار ماشالله که چیزیش نیست. چرا؟ مگه آقای دکتر؟ از دکتر و دوام کاری ساخته نیست. نمیدونم چیشه. آقا نمیخوام شما رو ملامت کنم، اما این بچه ها تا وقتی که کوچیک بودن تو دامن من و زن خدا بیامرزم بزرگ شدن. وقتی هم بزرگتر شدن از سر خودتون واشون کردین و فرستادینشون دیار غربت. این طفلک ها کی محبت پدر و مادر رو دیدن؟ مراد، زهره تو رو خیلی بیشتر از من دوست داره. خدا از دختری کمشون نکنه. دلتون رو روشن کنید آقا، همه چی انشالله درست میشه. خدا رو در نظر داشته باشید. شما به مشخلیل خیلی ستم کردین آقا، جواب اون همه خدمتشو با شلاق دادین. خدا رو خوش نمیاد آقا. مراد، خلیل رو پیدا شد، ازش دلجویی کن. من بهش خیلی ظلم کردم، بیارش اینجا. این باغ و خونه مال شماست، این درخت و گلا رو شما پرورش دادید، صاحب این خونه شما هست. مراد، خلیل رو بیار. من خودم دستشو می‌بوسم. دکتر جون، زهره حالش خیلی خوبه. مرتب جیغ و داد و بیتابی میکنه. قرصاشو دادی؟ نمیخوره، میگه یه برگ روی درخت مونده، اگه بیفته من امشب میمیرم. درخت میمیرم. فردا میام اونجا. نه دکتر، فردا نه، همین امشب. فردا خیلی دیره. خواهش میکنم خودتو برسون. خواهش میکنم، خواهش میکنم دکتر، زودتر بیا. باشه الان میام. متشکرم، ممنون. حالش خیلی بده، مرتب بیتابی میکنه و هزیون میگه. بس چاره نیست، باید ببریمش بیمارستان. برای کجاست؟ تو اتاقشه. بفرمایید. نه امشب میمیرم. بیتابی نکن، آروم باش. امشب اون برگ بیون، من میمیرم. نه میمیرم، از اینجا بریم. باش میمیرم. بیتابی نکن، آروم باش. من میمیرم. دکتر فکر میکنی این آمپول آرومش کنه؟ حتما آرومتر میشه. خدا کنه. یه دقیقه بگیر. از اینجا بریم. من میمیرم. من میمیرم.
البته این یه تسکین موقت. بله میدونم. از اینجا بریم. آهش میکنم بریم. امشب بگو آستینشو بزن بالا. آسری آستینشو بزن بالا. نمیخوام. چرا راحتم نمیذاری؟ بلم کنی. صبر کن الان تموم میشه. اگه شلوغ نکنی الان رو برا میشه. آروم باش آروم باش چیزی نیست. نه نمیخوام نمیخوام نه نه راحت بذاری. آروم باش باشتر همه تو بری بیرون. نه نمیخوام برم من میمیرم. خواهش برم کنی. نه فردا باید ببریمش بیمارستان. پرده رو بذاری کنار. امشب اینجا بمون. من خیلی تنها. ازت خواهش میکنم دکتر. زهره فقط به اون برگ فکر میکنه. کاری از من ساخته نیست. میدونم. بابا مراد. بابا مراد. من دارم میمیرم. دیگه هیچ امیدی به زنده موندن ندارم. ناامید شیطانه دخترم. عمر همه ما دست خداست. یه برگ بیشتر رو درخت نمونده. من دونه دونه اونا رو شمردم. همشون ریختم. فقط همون یکی مونده. چی میگم دختر؟ با این باد و بارون برگم امشب میافته. دخترم تا خدا نخواد هیچ برگی از درخت نمیافته. اگه امیدت به خدا باشه دلتم همیشه به زندگی گرم میشه. آروم بخواب دخترم. امید به خدا بخواب.